تابستان 1384. بعد از درآوردن لباس نظامی، رویای رسیدن به پاستور را داشت. امیدوار بود که ایرباس A300 او را به ساختمان ریاست جمهوری برساند. تلاشی که ناکام ماند. گرفته شده و انشالله آماده هستیم و ادامه پیش رویم. محمد باقر قالیباف مثل خیلی های دیگر به جنگ رفت. زود فرماندهی لشکر شد. و بعد از جنگ هم فرماندهی ارگان‌های نظامی دیگر را بر عهده گرفت. از لشکر 25 کربلا تا نیروی هوایی سپاه. یکی از 24 فرماندهی بود که نامه تهدیدآمیزی به محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت نوشت. به گفته خودش در سرکوب دانشجویان هم نقش داشت و به آن هم افتخار میکرد. باستدم کف خیابون که کف خیابون اونجا جمع کنم. پس نگاه کنیم اون جایی که لازم بشه بیایم کف خیابون چوب بزنیم جز چوبزنهای افتخارمونم هست. فاجعه کوی او را به فرماندهی نیروی انتظامی رساند. سکوی شد برای اولین تجربه بلند پروازانش. انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری. دکتر خلبان قالیباف یکی از سه نامزد اصولگرایان در کنار محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی. اولین شکستی که خودش بعدها گفت به خاطر تبلیغات اشتباه بود. شما قبول دارین که جامعه موجود زنده است؟ با رفتن محمود احمدی نژاد از شهرداری جای او را در خیابان بهشت گرفت. 8 سال بعد از اولین تجربه دوباره دلش هوای رفتن به پاستور را کرد. این بار در کنار سعید جلیلی، محسن رضایی و علی اکبر ولایتی از نامزدهای جناح راست بود. امید زیادی به پیروزی داشت ولی مناظره ها رشته هایش را پنبه کردند. یه جلسه که خدمت جناب عالی بودیم اونجا بنده موافق این بودم که اجازه بدیم دفتر تحکیم وحدت که به هر حال میخواد برای 18 تیر مراسم بگیره این مراسم رو. من خاطرم از جناب عالی اونجا اشاره به این میکردیم که بابا دنبال دردسری ول کن چه مجوزی. اونجا بحث این بود شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. باخت ولی دوباره برای بار سوم نامزد انتخابات 96 شد. در مناظره ها به حسن روحانی تاخت. املاک نجومی رو چون آقای روحانی هم گفتن هم جناب عالی بردید از این رانت املاک نجومی هم شخص آقای روحانی. سلام بر قالی باخت و رئیسی. و در نهایت با فشار جبهه متحد اصولگرایان به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت. به ریاست جمهوری نرسید ولی صندلی ریاست مجلس نصیبش شد. شروع به کار مجلس 12، جایی که از همان جلسه اول اختلاف نمایندگان حامی او با نمایندگان جبهه پایداری مشخص شد. انتخابات ریاست جمهوری 1403، جایی که محمد باقر قالیباف برای چهارمین بار برای شکستن طلسم 19 ساله دورخیز کرد. این بار او و هوادارانش به پیروزی اطمینان داشتند. اینها امتحان هنوز ندادن. ما هم حوصله امتحان پس دادن بشینیم با این کسی نداریم. فرصتش هم نداریم. اما چند اتفاق پیش بینی نشده مثل این. من دوست ندارم اسمش بزنم حاشیه چون اینا دروغ بود. و زندان رفتن دو چهره‌ای که در مورد پرونده‌های فساد مربوط به آقای قالیباف نوشته بودند فضا را عوض کرد. انتخاباتی که نیروهای معروف به جبهه انقلاب در آن 4 نماینده داشتند و همه هم صحبت از وحدت می‌کردند. اما تنها 2 نامزد کنار رفتند. علیرضا زاکانی و امیر حسین قاضی زاده. محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی هیچ کدام حاضر نشدند صحنه را به دیگری بسپارند. طرفداران آقای قالیباف از سابقه مدیریتی او می‌گفتند. هواداران آقای جلیلی انتظار داشتند او در انتخابات بماند. حواسمون باشه که واقعیت و وارونه جلوه ندن. هر کسی پروفسور تحلیل انتخابات شده، هر کسی که از راه رسیده شده جامعه شناس سیاسی. دیگه ما که حداقل 20 سال تو این عرصه کار کردیم میفهمیم که آقای جلیلی هم قدرت رأی آوریش در انتخابات بسیار بالاتره، هم اجماع بدنه حزب الله روش بسیار زیادتره.
فشارها برای اجماع تبدیل به دعوایی در اون گروهی شد و در نهایت باختی دیگر برای محمد باقر قالیباف. حالا در دور دوم از سعید جلیلی حمایت کرده، بازنده‌ای که به مجلس بازگشته، ولی معلوم نیست این پایان اختلافش با جبهه پایداری و تندروهای اصولگرا باشد. کاوه مشکات، بی بی سی.